تو بگیری، یعنی یک لحظه ناراحت بشه، یک لحظه خوشحال بشه، ولی فورا این نشانگرهای صورتش رو تغییر بده. حالا شما هر چقدر توی این نشانگرهای زودگذر دقت بیشتری کنید و مهارت بیشتری داشته باشید، میتونید به اون نشانهای فریب بهتر پی ببرید. یا اینکه توی کانالهای اون تضاد وجود داشته باشه. منظور از کانال یعنی همون کانالهایی که به صورت کلامی و غیر کلامیه. مثلا توی نشانه های غیر کلامی یک حالت رو داره نشون میده و توی نشانه های کلامیش یعنی حرکات بدنش به شکل دیگه، که توجه کردن به این نکات، به این ناهماهنگی، ما میتونیم بهتر به اون دروغ فرد پی ببریم. یا تماس چشمی که ممکنه وجود داشته باشه، فرد داره دروغ میگه، از تماس چشم خودداری میکنه یا زیاد پلک میزنه، یا مردمک چشمش گشادتر است وقتی از افرادی هستش که راست میگه، یا مردمک چشمش گشادتر از زمانی میشه که داره راست میگه، یا به صورت خیلی غیر عادی با شما تماس چشمی برقرار میکنه، یا صورتش نشون دهنده حالت مبالغه آمیز تو اون فرد هستش. پس بنابراین به وسیله این نشانه ما میتونیم پی ببریم که آیا فرد داره به ما در واقع دروغ میگه، از فن فریب داره استفاده میکنه، یا در واقع در اون موقعیت ها ما در واقع از یک رفتار درستی رو از فرد داریم مشاهده میکنیم. پس این عوامل، توجه به چنین عواملی به ما کمک میکنه که بتونیم این فریب رو درست تشخیص بدیم یا نادرست. ببینیم جنسیت و ارتباط غیر کلامی چطور هستن. تحقیقات نشون میدن که زنان معمولا خیلی بهتر تو درک نشانهای غیر کلامی توی رفتارهای دیگران خیلی بهتر هستن، بهتر میتونن این پیام رو ارسال کنن یا دریافت کنن، یا حتی تعبیر و تفسیر کنن، رفتارها رو در واقع پیش بینی رفتار داشته باشن، پس توی زنانی خیلی بهتر از مردان هستن. اما مردان با وجودی که زنان در تشخیص و درک اونها و حتی پیش بینی بهتر هستن، اما زنان تو تمیز پیام‌های نادرست ناموفق هستن. یعنی اینکه وقتی یک کسی به اونها دروغ میگه بهتر میتونن تشخیص بدن یا نه، تحقیقات نشون میده که نه، خوب نمیتونن تشخیص بدن، و مردان در تمیز پیام‌های نادرست خیلی موفق‌تر عمل میکنن. پس اینجا ما اومدیم در رابطه با ارتباط‌های غیر کلامی موارد مختلفش رو که چطور میتونه به ما کمک کنه که درک بهتری از رفتارهای دیگران تو محیط اجتماعی خودمون داشته باشیم صحبت کردیم. حالا میخوایم ببینیم که در واقع در نظریه اسناد چه چیزهایی رو به ما میگه. اسناد یعنی درک علل رفتارهای دیگران، یعنی که ما بتونیم در مورد رفتارهای دیگران اطلاعات درستی رو به دست بیاریم. این مسئله خیلی مهمه و اولین گام توی ادراک اجتماعی هستش که ما میخوایم ببینیم که چرا دیگران اینطوری رفتار میکنن، علل رفتارشون رو درک کنیم، چرا این شکلی هستن، به این گونه رفتار میکنن، و در نهایت بتونیم رفتارهای اونها رو در آینده پیش بینی کنیم. یعنی در واقع در نظریه اسناد یک مسئله‌ای که وجود داره این هستش که علاوه بر درک رفتارهای دیگران به ما میخواد کمک کنه که، یعنی با استفاده از نظریه اسناد در مورد چگونگی رفتار وقتی که صحبت میکنیم ببینیم که چطور میتونیم رفتارهای دیگران رو در آینده مورد پیشبینی خودمون قرار بدیم. تو این زمینه نظریه وجود داره. نظریه کلی که یکی از این نظریه ها هستش، مثلا شما فکر کنید که به دوستتون پیام میدین، دوستتون به شما پیام نمیده و شما میخواییم ببینید که چرا این پیام رو نداره. پس در مورد عللهای زیربنایی رفتار میخواییم متوجه بشیم که کلی میاد به دو دسته تقسیم میکنه، علل درونی و علل بیرونی. علل درونی رو به صفات و ویژگی های فردی، انگیزه های اون نسبت میده، و علل بیرونی به عوامل مثل محیط فیزیکی و اجتماعی فرد هست، یا میتونه ترکیبی از این علل باشه. یعنی وقتی که دوستتون جواب نمیده میتونه به ویژگی های درونی اون باشه، مثلا یه فردی هستش که بی‌توجه یا عوامل بیرونی الان در شرایطی نیست که بتونه به شما پاسخ بده. کلی میاد میگه در پاسخ به این که چرا افراد به این شکل رفتار میکنن، روی سه نوع اطلاعات متمرکز میشه. یکی همرایی هستش، دیگری ثبات و متمایز بودن. منظور از همرایی این هستش که میزانی که افراد به محرک مورد نظر شما به همون شیوه پاسخ میدن که شما پاسخ میدید، میگه همرایی هست. یعنی هر چقدر نسبت افرادی که